های گایز، سلام، چطورید؟ ابوالفضل هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. چرا توی ویدیو با هم ترفند رو یاد بدم که بتونید به راحتی در چند روز یه پرو بشید. اول وارد مپ ترنینگ میشین، در همین بین همین رو هم بگم همه چند رو سابسکرایب کنید و این ویدیو لایک کنید. وارد ترنینگ گراوند میشید. همچنین ویدیوی مپ تمرینی مخصوص در خدمت شماست. گان MF100 و AKO وردارید چون بیشترین ریکورد رو در بین گانها داره. اول اینه که بدون هیچ نوع اچیومنتی، یعنی نه مگ، نه استاک، نه هیچی، به این دیوارا شلیک کنید، انتخاب کنید و بیاید اینجا به صورت دمیجی بزنید، که البته من اینو بیشتر بهتون پیشنهاد میدم چون خیلی شبیه تر به انمی براتون در میاره. دیگه این مرحله رو انجام دادید، وارد مرحله بعدی میشید. بعد اینکه زدید وارد این قسمت میشید و اینجا خودتون کاستومایز میکنید که چه جوری بزنید، مثل دمیج، تعداد، فاصله و غیره. من الان روی اسکوپشیش با MF100 گذاشتم که ببینم ریکوردش رو در چه حدی میتونم بگیرم. همونطور که میدونید اسکوپشیش با MF100 خیلی سخته، شما باید خیلی کار کنید تا بتونید قوی بشید. اینجا موومنت اسپیدش میبینیم که در این حرکت کنن و بعد در طی حرکت با MF100 بزنید که کار خیلی سخت تر میکنه. این کار رو برای چند بار انتخاب کنید و انجام بدید. اینه که کراش همون نشستن رو نگه دارید و در حالت نشستن و پیک دادن ریکویل بگیرید. این کار یکم ریکویل گرفتن رو براتون آسون تر میکنه. همین رو انجام دادید، شما باید یه ماشین بیارید اینجا و به عنوان کاور ازش استفاده کنید. پیک بدید، بزنید و از کاور خارجی. همین ترفند رو انجام میدید. در خیلی جاها این ترفند کاربرد داره. همینطور که میبینید یه پیک، یه نشستن، یه کابل. همینطور که دیدید ما تونستیم با یه پیک راحت بزنید. حالا این موقعیت در واقعیت استفاده شد. همینطور که میبینید یه پیک، یه نشستن، یه شلیک و انمی راحت میتونید بزنید مثل آب خورد. حالا چیز بعدی چیه؟ شما باید پیک بدید از سمت راست و چپ به صورت پشت سر هم، که این کار خیلی براتون سخت‌تر می‌کنه اما در خیلی جا میتونه بهتون کمک کنه. من بهتون پیشنهاد میدم که بر 10 متر اول شروع کنید. تمرین بعدی چیه؟ پیک سمت راست رو بگیرید و از کاوه خارجی در پیک سمت چپ رو بزنید. اینطوری میتونید انمی رو کلی گیج‌تر کنید و میتونید خیلی راحت‌تر انمی رو بزنید. بعدی چیه؟ سوار ماشین هستید، پیاده میشید، سری پیک میدید، میزنید، پیک میگیرید، میزنید، پیک میگیرید، میزنید، کاوه میگیرید. به همین راحتی. البته تو واقعیت هم سخت انجامش بدید اما اگه انجامش بدید خیلی میتونه روی رفرکستون تاثیر بذاره. حالا مرحله بعد چیه؟ اینجا روی 20 متر تنظیم کنید و دمیج رو بذارید روی 200 و به صورتی که داخل TDM نو اسکوپ میزنید همینجا تکرار کنید، البته با MF100، چون این کار خیلی ایمتون رو قوی تر میکنه. به سمت راست و میده سمت چپ حرکت کنید و ایمتون حتما با تارگت یا همون هدفتون. تمرین بعدیتون چیه؟ شما باید در داخل کاور باشید و یک گانی که مثلا برای راش خوبه، مثلا یوزی، شما باید یه پیک بدید، از کاورتون بیاد بیرون و به صورت نشستن، پا شدن یا پریدن انمیتون رو بزنید. و این خیلی مهمه که وقتی میپرید تارگتتون روی ایمتون یکی باشه. خیلی این ترفند میتونه مفید باشه واسهتون. یعنی که در این موقعیت از کاورت کلن بیایید بیرون و انمی رو بزنید. این موقعیت هم خیلی میتونه بهتون کمک کنه. همزمان شما باید دکمه دراز کشیدن و گانتون رو با هم دیگه بزنید. همچنین میبینید زودتر روی زمین دراز میکشید و سریع پوسترتون رو نها کنید و 4 تا عدد پشت سرم در هر کدوم 10 تا تیر بزنید. وقتی هم که میخواد بلند شید با گان مخالفتون میتونید این کار رو بکنید. همینطور که دید خیلی راحت‌تر این کار کرد. برای اسنایپ هم شما باید هدف‌های بزرگتر و دورتر رو انتخاب کنید و دمیجشون رو روی 1 بذارید تا با اولین تیرتون از بین برن. همینطور که دیدید یه پیک از کاور بیرون و انمی رو بزنید به همین راحتی. البته باید کاورتون حتما یه چیز خیلی خوب باشه. با یه کاور یه درخت نمیتونید انمی رو اینطوری بزنید. حالا یکم این کار سخت‌ترش می‌کنیم. شما حرکت به انمی ها میدید، یعنی بتونن حرکت کنن. بعد از 30 دقیقه دیگه کلا اگه خسته شدید میتونید برید یه مچ کلاسیک بزنید و هر چیزی که اینجا یاد گرفتید اونجا استفاده کنید. از این موضوع خوشتون اومد لایک سابسکرایب فراموش نشه. مثل همیشه تا ویدیو بعدی، پیس آوت.